در شباهنگ امشب. ادامه ناآرامی ها در لیبی پس از تصویب قطعنامه پرواز ممنوع در شورای امنیت سازمان ملل. گفتگو با وحید عوض‌زاده، کارگردان مطرح تئاتر. نگاهی به اینفرنو، اثر تازه وحید عوض‌زاده که در شهرهای اروپایی به روی صحنه می روند. و رابرت ردفورد، بنیانگذار جشنواره سینمایی ساندنس. سلام و درود فراوان به شما بینندگان عزیز و ارجمند صدای آمریکا. من بهنود مکری میزبان شما در شباهنگ هستم. امشب هم به مسائل سیاسی، فرهنگی و هنری میپردازیم و گزارش‌های متنوعی رو از سراسر جهان پخش میکنیم. امیدوارم مجموعه امشب همون برنامه‌ای باشه که شما در انتظار تماشاش هستید. خانم‌ها، آقایان، به شباهنگ خوش آمدید. شباهنگ رو با حرف اول آغاز میکنم. در لیبی درگیری میان نیروهای معمر قذافی و مخالفان دولت همچنان ادامه داره. در پی تصویب قطعنامه شورای امنیت و اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی، رهبران جهان روز شنبه برای حل بحران لیبی و حملات هوایی احتمالی به اون کشور دیدار و گفتگو کردند. گزارشی در این باره. لیبی ادعا کرده فرمانده نیروهای مخالفان به قذافی پیوسته است. تلویزیون دولتی لیبی اعلام کرده معمر قذافی وزیر کشور سابق را که به مخالفان پیوسته بود دوباره به مقامش منصوب کرده است. مخالفان اما این ادعا را رد کردند. مخالفان معمر قذافی در بنغازی میگویند نیروهای قذافی را به عقب راندند. این پایگاه هوایی در جنوب فرانسه مرکز مهمی برای حملات احتمالی هوایی به لیبی خواهد بود. به محض صدور اولین دستور، تانکرهای بوئینگ K-335 از این پایگاه بلند می شوند تا در آبهای مدیترانه مستقر شوند و سوخت جنگنده های هوایی را تأمین کنند. موسا کوسا، وزیر امور خارجه لیبی می گوید ما نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد فرستادیم تا اعتبارمون رو ثابت کنیم. جمهوری لیبی از دبیرکل می خواهد که ناظران بین المللی را به اینجا بفرستد تا شاهد آتش بس باشند. شکری غانم، رئیس شرکت ملی نفت لیبی، روز شنبه اعلام کرده تولید نفت در این کشور 1,000,000 بشکه در روز کاهش یافته است. او در جمع خبرنگاران گفت که با توجه به شرایط فعلی در لیبی، این کشور حاضر است با کشورهایی که مایل به همکاری نفتی هستند وارد مذاکرات مستقیم شود. او از هند، چین و برزیل نام برده و همچنین کشورهای غربی را تشویق کرد که کارمندانشان را به لیبی بازگردانند. کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی برای گفتگو درباره بحران لیبی در شهر جده گرد آمدند. اکمل الدین احسان اغلو، دبیر کل سازمان، میگوید به اعتبار ان الشرعیه مصدرها الشعب، مشروعیت برخواسته از مردم است. اگر قدرت علیه مردم استفاده شود، مشروعیت از بین می رود. ما از کشورهای عضو می خواهیم که با شورای ملی لیبی به ارتباط برقرار کنند. همچنین ترکی بن محمد ال سعود، معاون وزارت امور خارجه عربستان سعودی، می گوید فإن المملكه مع الاجماع الخليجي والعربي، پادشاهی عربستان سعودی با موافقت کشورهای خلیج و کشورهای عربی و با هر قطعنامه شورای امنیت آماده کمک‌های انسان دوستانه، جلوگیری از ادامه کشتار و حفظ جان و مال مردم است. نگار مرتضوی، صدای آمریکا، واشنگتن. شباهنگ رو ادامه میدیم و به ایتالیا سفر میکنیم. دومین جشنواره سینمای خاورمیانه فلورانس جمعه شب با بزرگداشت جعفر پناهی کارش را آغاز کرد. در جریان این مراسم همکارم احمد رفعت با مارکو بولر، رئیس جشنواره سینمای ونیز، گفتگوی را ترتیب داد.
او تهیه کننده فیلم های چون رأی مخفی بابک پیامی و تخت سیاه سمیرا مخمل باف هم هست. توجه شما رو به تماشای این گزارش جلب میکنم. صندلی خالی برای جعفر پناهی به سنتی برای تمام جشنواره های اروپایی که در ماهای اخیر برگزار شدند تبدیل شده است. جشنواره سینمای خاورمیانه فلورانس نیست نمیتوانست این سنت را نادیده بگیرد و با بزرگداشت از این کارگردان ایرانی آغاز به کار خواهد کرد. مارکو مولر تهیه کننده و مدیر کنونی جشنواره سینمای ونیز که قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان است، از دیرباز با سینمای ایران آشنایی دارد و در زمانی که مدیریت جشنواره سینمایی لوکارنو در سوئیس را عهده‌دار بود، فیلم‌های ایرانی را برای اولین بار به یک جشنواره اروپایی دعوت کرد. La condizione di Panay e Razulov è un po' un sintomo di processi che sono iniziati da molto tempo. مارکو مولر به صدای آمریکا میگوید شرایطی که پناهی و رسولوف در آن به سر میبرند نه سرآغاز این روند سرکوب در ایران است و متاسفانه پایان آن نیز نمی باشد. برای دوستداران سینما که به دیدن فیلم‌های خوب ایرانی عادت کرده بودند، این امر که سینماگران ایرانی یا از ساختن فیلم محروم شدند و یا مجبور به ترک وطن هستند بسیار سخت و سنگین است. ما امروز بیش از گذشته خودمان را به سینمای ایران نزدیک می‌بینیم و نگران آینده آن هستیم. Offside la fine dell'ultimo lungometraggio di Panay è l'immagine più forte della situazione dell'Iran. مارکو مولر در ادامه می‌افزاید خوشبختانه آخرین فیلم بلند جعفر پناهی آفساید که در ایتالیا در سینماها پخش نشده بود در ماه آینده در سطح گسترده اکران خواهد شد. در این فیلم به گفته مدیر جشنواره ونیز پناهی تلاش دارد آنچه بوی کهنگی در ایران می‌دهد را در کنار امیدهای آینده این کشور با مهارت و ذکاوت قرار دهد. در خاتمه مارکو مولر میگوید اگرچه در این روزها هیچ خبر خوشی از ایران نمیرسد، ولی اگر با دقت به این کشور نگاه کنیم علائم بسیاری مبنی بر پویایی جامعه میبینیم و از کشوری با این چنین گذشته پر عظمتی غیر از این هم نمیتوان انتظار داشت. در جشنواره سینمای خاورمیانه فلورانس 4 فیلم ایرانی، 1000 ایران، موج سبز، امیدوارم کسی در جای در انتظارم باشد و باد در خیابان من میوزد اکران خواهند شد. در این بخش از برنامه نگاهی داریم به مهمترین رویدادهای ورزشی جهان در هفته‌ای که گذشت. گزارشی از همکاران ورزشکارم در بخش ورزش صدای آمریکا. جمی تولالا هافبک دفاعی المپیک لیون به این صورت توپ رو از دروازه بیرون کشید تا شیرینی بر مقابل سوشو به تلخی شکست تبدیل نشه. گزارشگرای NBA تو آمریکا اینقدر بازی‌های خوب دیدن که خودشون یه پا بسکتبالیست حرفه‌ای شدن. اورلیانو تورس رومان، هافبک پاراگوئی سن لورنزو، گلزنی رو به مهاجمان بوکا جونیورز یاد داد. ویلسون، گلف باز 40 ساله آمریکایی، تنها ضربه قبل از حفره 17 رو هم اینجوری گل کرد تا رقیباشو حذف کنه. لکویس با تمام وجود از دروازه نیویورک رنجرز دفاع کرد تا تیم همشهریش نیویورک آیلندرز ناکام بموند.
who's going to take it. David Beckham surveying the scene. Getting that right foot into work. Camara across to meet it. این هم از هنرنمایی دیوید بکام در بازی افتتاحیه لیگ MLS، بازی لس آنجلس گالاکسی و سیاتل ساندرز. آیا جای دیوید بکام در ویترین فوتبال اروپا خالی نیست؟ دوائن وید با 1.93 متر قد مقابل تیم دانکن 2.11 متر به هیچ وجه کم نمیاد. دوائن وید تو حمله هم بالاتر از آسمان خراشای NBA میدرخشه. قهرمان 9 سال جهان در شیشه ای از صخره، اورلاندو دوکی کولومبیایی این بار هم در شیلی گل کاشت. بازی پرگل سپاهان مقابل الجزیره امارات در زمستون پرسپولیس و استقلال تهران، نوید بهاری سرسبز از فوتبال اصفهان میگه. شباهنگ رو با پخش گزارش هنری ادامه میدیم. اد آراگون، کارتونیست و کاریکاتوریست پیشرو استرالیایی، هنرش رو به سطح جدیدی رسونده، به شکلی که آثارش در شرایط عادی دیگه قابل رؤیت نیست، مگر اینکه همه چراغا خاموش باشه و محیط کاملا تاریک بشه. آخرین مجموعه از کارهای او با جوهری کشیده شده که تنها در زیر نور ماورای بنفش قابل دیدنه و به تازگی در نمایشگاهی در معرض دید همگان قرار گرفته. بریم ببینیم جریان چیه. نمایشگاهی با عنوان زیر نوری متفاوت در مانیل، پایتخت فیلیپین، که خانه اجدادی اد آراگون، هنرمند استرالیایی محسوب می شود، جدیدترین مجموعه از نقاشی های او را که با جوهر نامرئی کشیده شده عرضه کرده. این نقاشی ها را تنها می توان زیر نور ماورای بنفش دید و در نور طبیعی قابل رؤیت نیستند. آثاری هنری که به شکلی غیر معمول آبی رنگ به نظر می آیند. Let's say these are just ordinary paintings. اجازه بدید بگم که اینها تنها نقاشی‌های معمولی هستند و شما برای یاد گرفتن نقاشی فقط به یک منبع نور طبیعی نیاز دارید. اما این بار من در نقاشی‌ام از رنگ استفاده کردم که در نور ماورا بنفش فعال میشه. در نور طبیعی و در طیف نور سفید معمولی، پرتوهای ماورا بنفش کوتاه‌ترین طول موج رو دارن و چشم انسان نمیتونه اونا رو ببینه، چون در محدوده 200 تا 400 نانومتر هستن و البته برای انسان ضرری نداره. آراگون در پاسخ به این پرسش که چقدر طول کشید تا تبدیل به یک هنرمند کامل در عرصه ماورای بنفش شود، گفت: The learning curve is quite steep. در طول 2 سال اول منحنی یادگیری من شیب خیلی تندی داشت، تا اینکه آموزش تموم شد و من به ارزش این کار پی بردم. بعد از اون وقتی یه اثر میبینم میفهمم که چقدر روشن و چقدر تاریک و فقط بومهای خیلی خوب رو میخرم. تماشاچیان تشویق میشوند در زمان حضور در این نمایشگاه لباسهای تیره بپوشند تا فعل و انفعال پرتوهای ماورای بنفش و نقاشیها را بهتر درک کنند. و تماشاچیان هم کاملا تحت تاثیر قرار گرفتن. نمایشگاه اد آراگون واقعا بی‌نظیره، چون من تا حالا کسی رو ندیده بودم که هنر ماورای بنفش کار کنه.
آراگون که از سال 1979 میلادی در استرالیا زندگی میکند در حال حاضر هنرمند ارشد روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد است و در آنجا به کشیدن کارتون مشغول است. در حال حاضر موزه ملی استرالیا منتخبی از طرح‌های او را به نمایش گذاشته است. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن. هرچند که الکساندر کالدر هنرمند آمریکایی به خاطر مجسمه‌ها و آویزه‌های هنری انتزاعیش معروفه، ولی در طول دوران کاریش پورتره‌های مشهوری هم کشیده. گالری ملی پورتره در واشنگتن دی سی بیش از 40 پورتره از این هنرمند بزرگ رو به نمایش گذاشته. به گفته کارشناسان او هنرمندی بود که در خلق آثار و روایت داستان‌هاش از شیوه‌های غیر متعارف و نامعمول استفاده می‌کرد که البته در گذشته مورد انتقاد هم بودن. سری به این نمایشگاه میزنیم. الکساندر کالدر به خاطر آویزهای عظیمش شهرت بسیار دارد. این آویز که در سال 1976 درست شده بزرگترین کار اوست که در گالری ملی هنر در واشنگتن آویخته شده است. اما گالری ملی پورتره در واشنگتن نیز چهره دیگری از این هنرمند را به نمایش گذاشته است. باربارا زیبل گرداننده این نمایشگاه است. اون به خصوص در اواخر عمرش آویزهای متعددی درست کرد. اینها بخش بزرگی از هنر اون رو تشکیل میدن. ولی در حین کار بر روی آویزها به طراحی پورتره نیز میپرداخت. کالدر در حقیقت مدت‌ها پیش از آغاز به ساخت آویز به کشیدن پورتره مشغول بوده است. اولین کارش در این نمایشگاه رو در سال 1907 در 9 سالگی کشیده. این وقتی بود که پدر و مادرش اولین استودیو رو براش درست کردن. و بعد آثار دیگر یکی یکی ظاهر شدند. اون اول میخواست نقاش بشه مثل مادرش، ولی فکر کنم علاقش به کار با اشیا اون رو به سمت مجسمه سازی آورد. پورتره‌های سه‌بعدی کالدر برای مردم تازگی بسیار داشت. در حقیقت یک منتقد این آثار او را طراحی در فضا نامیده بود. زیبل میگوید او این آثار را برای سیرک کوچکی که در دهه 1920 درست کرده بود میساخت. او در سیرکش با استفاده از سیم اشکال کوچک درست میکرد و از همینجا به کشیدن پورتره علاقه‌مند شد. او فقط گاهی اوقات طرحش را از قبل میکشید. بیشتر اوقات یک مش سیم رو روی دوشش می‌ریخت و مشغول به کار می‌شد. و اگه به بنبست می‌خورد یا باید مسیرش رو عوض می‌کرد، با یه دست سیم جدید شروع می‌کرد. در این نمایشگاه پورتره‌های کالدر اغلب در کنار مجموعه عکس‌های این گالری از ستاره‌های سینما و شخصیت‌های مهم دیگر قرار گرفتند. گفته می‌شود این اثر بی‌نام که گمان می‌رود پورتره شخصی کالدر باشد، با الهام از پرواز تاریخی چارلز لینبرگ بر فراز اقیانوس اطلس ساخته شده است. برای این هنرمند سایه آثارش نیز به اندازه خود آنها اهمیت داشت. اون میخواست نورپردازی بر روی آثارش رو خودش انجام بده. خودش رو یک مهندس روشنگر میشناخت. پورتره‌های سقفی اون همیشه در حال حرکتند و سایه‌شون هم متحرکه. این پورتره‌ها پیش درآمدی بودند برای آویزهای معروف او. کالدر بعدها این شیوه ها را تلفیق کرد. این پورتره از کاریکاتوریست سال استاینبرگ به نظر می آید با ابرهای تیره دنبال می شود. کالدر احساس می کرد این کاریکاتوریست هر جا که می رفت افسردگی و بدبختی هم به دنبالش می رفت. به همین خاطر کالدر سعی کرد این حالت رو به خوبی در این کار نشون بده. آخرین پورتره سیمی کالدر پورتره از خودش است متعلق به دهه 1920. ما عکس‌های متعددی از این هنرمند پیدا کردیم که اون رو در حال کار در ژانویه 1968 نشون میده. پورتره‌های کالدر به تعداد آثار انتزاعیش نیستند، اما به گفته زیبل چهره‌ای از این هنرمند را آشکار می‌کنند که ناشناخته مانده است. انگیزه اون در کار پورتره علاقه عمیقش به انسان‌های دیگه بود. Attraction to other people. در پس پورتره‌های کالدر مردی را می‌توان دید که انسانیت را به اندازه هنر می‌پرستید. توماج جاوید، صدای آمریکا، واشنگتن.
امشب با وحید عبدزاده کارگردان موفق تئاتر گفتگو میکنم. اینفرنو اثر تازه این هنرمنده که با الهام از اساطیر یونانی، گزارش‌های مربوط به بازداشتگاه گوانتانامو و نوشته‌های آلبرت کامو به مفاهیمی چون شکنجه، زندان، خشونت‌های جسمی و روحی و نقض حقوق بشر می‌پردازد. در ماه نوامبر گذشته این نمایش برای نخستین بار در لندن به روی صحنه رفت و تور اروپایی اون در شهرهای دیگری هم ادامه خواهد داشت. آقای وحید عوض‌زاده در شهر لندن با ما هستند تا درباره این نمایش تازه صحبت کنیم. وحید عوض‌زاده، به شما سلام میکنم و درود میفرستم. مرسی از اینکه در شباهنگ هستین. سلام بهنوت جان، ممنون از دعوتت. اگه موافق باشی درباره همین کار تازه تو صحبت بکنیم. چه داستانی داره اینفرنو؟ به چه موضوعی میپردازه؟ نمایش اینفرنو فل واقع چندان داستانی نداره، ولی موضوع کار شکنجه، زندان و خشونت‌های از این قبیل، خشونت‌هایی که جامعه میتونه بر آدم‌ها داشته باشه. و از لحاظ داستانی کار بر اساس در اسطوره پرومته یونانی طراحی شده که در واقع این کسی است که آتش رو میده به مردمان و خدای خدایان زئوس اون رو در کوههای قفقاز به بند میذاره. از اون طرف هم داستان‌ها و قصه‌ای که ما به خصوص از گوانتانامو بشنیدیم، ولی ضمناً داستان‌هایی که اخباری که از زندان ابوغریب، از زندان‌های ایران و از جاهای دیگه میشنویم، خیلی تأثیر داشته در شیوه این نمایش چطور به وجود اومده. و ضمناً هم بسیار تحت تأثیر افکار و نوشته‌های آلبر کامو، نویسنده فرانسوی. من خیلی کنجکاوم بدونم چرا این موضوع به خصوص رو انتخاب کردی؟ چرا در این مجموعه برای مثال به زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها پرداختی، به نقض حقوق بشر در سراسر جهان اشاره کردی؟ چرا روی این موضوع تاکید داشتی؟ سوال خیلی خوبیه و در واقع اتفاق اصلی که من رو به این موضوع آورد و به فکر وادار کرد در مورد این موضوع، تجربه این اتفاقات سالهای اخیر در جهان غرب، در جهان به اصطلاح آزاد و مدرن که قرار است قانونمند باشه و قرار است در واقع تأمین داشته باشیم در این دوامه، ولی دیدیم که در طول این چند سال در این جنگ هایی که اتفاق افتاد چه چیزهایی توی اخبار بوده و چطور اون امتیازها یا حقوقی که ما داشتیم میتونه به راحتی ازمون گرفته بشه. ولی از طرف دیگه از اونجایی که من تو ایران بزرگ شدم و در سالهای اوایل انقلاب و دوره جنگ، تمام زندگی ما با قصه های زندون و شکنجه و اعدام و اینها بوده و از بابتی یک جورهایی متاسفانه طبیعی به نظر میرسه که مثلا در جهان سوم خشونت وجود داره، آدم ها زندانی میشن به هیچ دلیل، شکنجه میشن و اعدام میشن. تعجب من از این بوده که در جهانی که قرار نیست این اتفاقات بیفته، همین اتفاقات همچنان میفته و ما شهروندان به راحتی از کنار این قضایه میگذریم. هم خواستم اون تجربه ای رو که ما ازمون گرفته شده یا ما رو در بی اطلاعی قرار گذاشتن در مورد این واقعیت احساس در زندان بودن چی، در شکنجه بودن چی رو روی صحنه ببرم. و اینکه گفتم چندان داستانی داره نداره نمایشه به همین دلیله، اینکه اون احساس، انتقال اون احساس زیر شکنجه بودن، در زندان بودن و خور شدن زیر نیروی کسی که میتونه هر کاری که دلش میخواد باهات بکنه رو روی صحنه به تماشاگر انتقال بدم، تا اینکه بخوام قصه ای رو بگم که چون این شخصی در چون این وضعیتی دوچار چون این گرفتاری هایی شده.
ما کمی درباره ساختار این اثر صحبت بکنیم. از چه بخشایی تشکیل شده و دقیقاً شامل چه برنامه‌هایی است؟ نمایش اینفرنو برای من یک تجربه بوده در کنار هم گذاشتن رقص، تئاتر و سخنرانی. متن‌هایی که من از نوشته های آلبرت کامو و دیگران استفاده کردم در این نمایش بیشتر به شکل سخنرانی توی نمایش گنجونده شده و من همیشه یک رابطه پیچیده‌ای با رقص و رقص مدرن به خصوص داشتم و من خیلی علاقه‌مند بودم به این کار موقعی که در ایران بودم و هیچ امکان این که بخوام دسترسی داشته باشم به رقص مدرن رو نداشتم. تنها عکس می‌دیدم گهگاهی مثلا یک فیلم‌هایی. بعدها که در غرب زندگی کردم و موفق شدم تعداد بسیار زیادی نمایش رقص مدرن و رقص معاصر ببینم کلی نظرم عوض شد راجع به اینکه ماهیت رقص در عصر مدرن چیه و بعد به عنوان یک هنر و جایگاه فرهنگیش چیه. یک جورهای این نمایش پاسخ به این دو برخورد در اون زمانی که من دسترسی نداشتم و بسیار علاقه من بودم و زمانی که تونستم این چیزها رو ببینم و نظرم راجع به کل این شکل هنری عوض شده. از طرف دیگه هم خب من سالها تئاتر کار کردم و تجربه های من متاسفانه مثل خیلی دیگر از کارگردان های ایرانی همیشه بریده بوده. یک جوری اینفرنو ضمناً بازگشت به اون تجربه هایی که من در سالهای اولیه کارم داشتم که در امروز روز با کارهایی که دارم میکنم خیلی فرق میکنه از این بابت. اشاره کرده که اینفرنو تجربه تازه برای تو که المان‌های مختلف هنری رو در بر میگیره. اگر بخوایم از لحاظ طبقه بندی و اون چهارچوب هنرهای نمایشی و تئاتر صحبت بکنیم، اینفرنو چه جایگاهی داره؟ در چه سبکی قرار میگیره؟ راستش خیلی سخت توضیح این مسئله، چون که من پیش از اینکه بخوام نمایش رو بسازم به اینکه چه سبکی داشته باشه فکر نمی کنم. اگر به سبکی مربوط بشه معمولا بعد از اتمام کار روشن میشه و به شکل کلی میشه بهش گفت تئاتر تجربی. و من اتفاقا چند پیشم در یک کنفرانس یک کسی بعد دیدن نسخه اولیه نمایش همین سوال رو پرسید که در واقع سبک کار چیست و در واقع جواب من این بود که من خیلی به این قضیه فکر نکردم، ولی چیزی که بر من مهم بود از لحاظ سبک کار یا شیوه یا نوع نمایشی که من میخوام عرضه کنم اینه که میخوام نمایشی باشه که شبیه یک میدانی میم باشه ولی سالها بعد از جنگ که حالا پر از سبز و گل روش و منظره در واقع جذاب و برانگیزنده‌ایه، ولی زمینن هم میدونیم که چقدر خطرناکه و نمیریم در اون فضای زیبا قدم بزنیم از ترس انفجار اون بمب‌هایی که میدونیم در ذهنمون هستن، میدونیم که در تاریخمون هستن. بعد میدونم که شما تا حالا چند اجرا در شهرهای مختلف داشتین، یه مقدار در این باره توضیح بده چه بازتابی داشته نمایش اینفرنو و برنامه‌های بعدی چیه، به چه نقاطی سفر خواهید کرد؟ نمایش اینفرنو در واقع نسخه نهاییش در آپریل 28 آپریل امسال تو کوپنهاگ اجرا میشه، افتتاحیه‌اش اونجاست. ولی در طول تمرینات ما دو بار بخش‌هایی از کار رو هر چقدر که آماده شده بود بعد از هر قسمت تمرین به تعداد معدودی از تماشاگرانی که معمولاً دعوت شده بودن نشون دادیم. دفعه اول همونی که شما اشاره کردید توی لندن بود، تو نوامبر سال گذشته که در یک کنفرانسی بوده تو دانشگاه لندن گولدسمیت و اونجا ما خیلی امکان خوبی بهمون عرضه شد که بتونیم این کار رو به تعداد زیادی از نمایشنامه نویسان و تئاتر شناسایی که از آفریقا اومده بودن از کشورهای مختلف آفریقایی نشون بدیم که برخورد اونها خیلی فرق می‌کرد با برخورد کسایی که تو اروپا زندگی می‌کنن. بعدش هم در ژانویه امسال دوباره بعد از یک دوره تمرین ما این کار رو به یک تعداد معدودی آدم‌هایی که دعوت کردیم نشون دادیم که بازم عکس‌العمل‌ها خیلی فرق می‌کرد و زمینن این دفعه ما در واقع ساختمان کلی کار رو داشتیم که داشتیم نشون میدادیم به این تماشاگرا. و در طول ماه آپریل بخش آخر تمرینات ماست تو آتن
و وقتی که نمایش آماده میشه توی همونطور گفتم تو کوپنهاگ افتتاح میشه و بعدش توی لندن به پنجم تا هشتم ماه می و بعد از اون تو آتن از 11 تا 16 اجرا خواهد شد. بقیه تورمون میمونه برای بعد از تابستون. من آخرین پرسشم رو در این گفتگو مطرح میکنم، شاید یه دقیقه و 20 ثانیه فرصت داشته باشیم. فکر میکنی که نمایش های این چنینی که به یه نوعی به نقض حقوق بشر در جهان اعتراض میکنه چه تأثیری میتونه روی مخاطب داشته باشه؟ شما به عنوان خالق این حسر چه هدفی رو دنبال میکنی؟ من فکر نمیکنم که یک نمایش به خودی خود بتونه واقعا چیز رو در بستر اجتماعی یا در ساختار سیاسی جوامعی که ما درش زندگی میکنیم تغییر بده، ولی من ضمناً تلاش میکنم که به این مسائل بپردازم، چون که در نهایت فکر میکنم از طریق ساکت نموندن و نپذیرفتن این سکوت همگانی یا پذیرفتن چیزهایی که نباید بپذیریم، هنر میتونه به این بحث ها دامن بزنه که این مسائل رو فراموش نکنیم، نادیده نگیریم. ولی از اون طرف هم میدونم که یک تئاتر، یک اتفاق فرهنگی چنان قدرتی نداره که بتونه ساختارهای اجتماعی رو، ساختارهای اقتصادی و سیاسی رو که باعث این خشونت ها میشن رو تغییر بده، ولی میتونه انگیزه ایجاد کنه برای شهروندان که اونها از طریق عمل و استفاده از قدرت شهروندیشون، قدرت رأیشون، قدرتی که در کار و در اجتماع دارن، بتونن در وهله اول علاقه من باشن که به این مسائل بپردازن و تغییر ایجاد کنن و ضمناً با سازمان دادن و این عوامل بتونن اون چیزهایی که میخوان تغییر بدن رو به نتیجه برسونن. در واقع وحید عوض‌زاده از شرکت در برنامه شب‌آهنگ سپاسگزارم. امیدوارم بعد از ظهر خوبی در شهر لندن داشته باشید. خیلی ممنون، متشکرم از دعوتتون و سال نو هم مبارک. سپاسگزارم، سال نو تو هم مبارک، امیدوارم سال بهتری در انتظارت باشه. خب دوستان عزیز، شب‌آهنگ رو در بخش دیگری ادامه میدیم. شهره آغداشلو، شما رسمن داریم با من لاس میزنیم. هوشنگ توزیع، آدم ها تو بهش بخوان یه خود حال مال کنن، باید چی کار کنن؟ یک ایرانی در بهشت، این چیزا دست من نیست که، اینجا یک قوانینی داره. میفهمم قوانین، میفهمم، ولی خب بالاخره ما هم ایرانی هستیم، قوانین رو با هم یک کارش میکنیم. I don't want Iranian angel. Give me a Mexican. Excuse me. Do you have Oriental? صداتونو بیاریم پایین، اینجا بهشته. شما آبروی هرچی ایرانی بردین اقلا بخاطر ایرانی بودن جایی کمی رعایت کنید. یک ایرانی در بهشت، ایرانی در بهشت. سلام، من شهره آغداشلو. سلام، من هوشنگ توزیع. پس از شادباش های نوروزی و تبریک عید، تو بگو. نه تو بگو، کجا هستی؟ منو تلویزیون صدای آمریکا. من نمایش ما یک ایرانی در بهشت، دو روز قبل از سال تحویل، بهشت رو به خونه های شما میاریم. زنده از صدای آمریکا. زنده 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 باشید. دو ساعت قبل از تحویل سال 1390 شمسی. خب نوبتی هم باشه، نوبت سینماست. رابرت ردفورد، بازیگر و فیلمساز مشهور آمریکایی که در آستانه 75 سالگی قرار داره، میخواد جشنواره فیلم ساندنس رو به لندن ببره. او که در طول فعالیت هنریش تا حالا برنده 2 جایزه اسکار شده، بنیانگذار جشنواره ساندنس، جشنواره‌ای که بزرگترین جشنواره فیلم‌های مستقل جهان محسوب میشه و هر سال در شهر پارک سیتی در ایالت یوتای آمریکا برگزار میشه. رابرت ردفورد، بنیانگذار جشنواره ساندنس، میگوید در حال برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی نسخه 4 روزه این جشنواره در لندن است.
این بازیگر، فیلمساز و برنده جایزه اسکار روز سه‌شنبه 15 ماه مارس اعلام کرد جشنواره ساندنس لندن بخشی ویژه از فرهنگ آمریکایی را در پایتخت انگلستان زنده می‌کند و فیلم‌هایی از فیلمسازان آمریکایی را نمایش می‌دهد. همچنین اجراهایی هم از موسیقی امروزی آمریکا خواهد داشت. علاوه بر این، ردفورد از مردم خواست که بر علیه کاهش بودجه هنری حرف بزنند. In our country we're having the same thing and I would speak out and I would certainly join colleagues here. ما هم همین وضع در کشورمون داریم. من صحبت خواهم کرد و به همکارانم در اینجا میپیوندم. هلن میرن هم سخنانی در اعتراض به این مسئله بیان کرده. در ابتدا باید گفت که این کار بیهوده‌ای نیست. این مثل قمارخانه نیست که باید مخفی بمونه. این موضوعی است که برای جامعه مزایای اقتصادی در پی داره و برگزاری جشنواره یک مثال خوبه. تنها در طول 10 روز 70 میلیون دلار نصیب شهر پارک سیتی میشه که عالیه. همزمان این مطابق استاندارد هر کسیه، مگر اونایی که از نظر ایدئولوژیک به دنبال برهم زدن غنای فرهنگی هستن. معنی اون برای من دو عامل تقویت اقتصادی از راه اشتغال زایی و غنا بخشیدن به فرهنگه. پس برای چی میخواین ازش بزنیم؟ boost creates jobs. Secondly, it enriches a culture. Why would you cut it? جشنواره فیلم ساندنس از 26 تا 29 ماه آوریل سال جاری در سالن اوتو لندن برگزار خواهد شد. رابرت ردفورد که بنیانگذار این جشنواره سالانه در شهر پارک سیتی ایالت یوتای آمریکاست، تاکنون در فیلم‌های زیادی نظیر نیش و بوچ کسیدی و ساندنس کید درخشیده است. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن. مطمئنم که شکیرا، خواننده جذاب و خوش صدای موسیقی جهان، در بین شما عزیزان هم طرفداران بسیاری داره. هزاران نفر در کنسرت شکیرا، خواننده پاپ در کولومبیا شرکت کردند و به او بعد از 5 سال غیبت خوش آمد گفتن. بریم ببینیم جریان چیه. سی و 5,000 نفر از طرفداران شکیرا، خواننده پاپ کولومبیایی، در کنسرت او در بوگوتا، پایتخت کولومبیا، شرکت کردند. شکیرا که 5 سال در این شهر کنسرتی اجرا نکرده بود، کودکان و بزرگسالان را با اجرای خود شگفت زده کرد. او پس از 40 دقیقه تأخیر با شلواری تنگ و بلوزی پولکدار بر روی صحنه ظاهر شد. این خواننده پاپ ترانه هایی را از آلبوم جدید خود تحت عنوان The Sun Rises اجرا کرد. حداقل 1100 پلیس، 70 مامور امنیتی و آتش نشانی مسئولیت حفظ ایمنی و مراقبت از محیط کنسرت را بر عهده داشتند. آخرین کنسرت شکیرا در بوگوتا زمانی که آلبوم اورال فیکسیشن او به بازار آمده بود اجرا شد. پس از بوگوتا قرار است او به برزیل و پورتو الگرنی سفر کند و با خوانندگانی چون زیگی مارلی و فت بوی سلیم کنسرت اجرا کند. تور فستیوال پاپ او اول مارس در سالتای آرژانتین آغاز شد و قرار است 10 آوریل در سن‌خوزه کاستاریکا به پایان برسد. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن. تام هنگس و جولیا رابرتس، دو هنرپیشه محبوب آمریکایی، برای دومین بار کنار هم قرار گرفتند. لاری کراون فیلم تازه است که با بازیگری تام هنگس و جولیا رابرتس روانه بازار می شود. داستان زندگی مرد موفقی که ناگهان شغل خود را از دست می دهد. آلن روبرت، معروف به اسپایدرمن فرانسوی، با شهامت و جسارت خود بار دیگر همه را شگفت زده کرد. اسپایدرمن فرانسوی این بار از دیوارهای موزه‌ای در مرکز جورج پومپیدو پاریس بالا رفت تا افتخار دیگری را در کارنامه عجیب و غریب خود ثبت کند. پرنس ویلیام که از نیوزیلند دیدار می‌کند، همراه با نخست وزیر آن کشور در مراسم یادبودی که به یاد قربانیان زمین لرزه و سونامی ژاپن برگزار شد شرکت کرد. I convey to you
Her Majesty's message of deep sympathy and condolence. رئیس جمهوری تایوان به همراه گروهی از چهره‌های معروف و مشهور آن کشور کنسرت و مراسم خیریه‌ای را برای کمک به قربانیان فاجعه ژاپن ترتیب دادند. کلیه عواید این برنامه که با استقبال فراوانی هم روبرو شد به سازمان‌های خیریه و امدادرسانی اهدا خواهد شد. بله، برنامه رو مثل همیشه با پخش یک موزیک ویدیو و یا نماهنگ به پایان میرسونیم. امشب یک موزیک ویدیوی نوروزی براتون انتخاب کردیم از شکیلا، هنرمند برجسته ایرانی که امیدوارم از تماشای اون لذت ببرید. اما پیش از اون کوتاه اشاره کنم که ظرف شب‌های آینده شباهنگی نوروزی رو به منازل شما میاریم. گفتگوها، گزارش‌های متنوع و جذابی رو براتون در نظر گرفتیم که ازتون میخوام بیننده و شنونده شباهنگ باشید تا شاهد پخش این برنامه‌های جذاب و متنوع نوروزی باشید. روز و شب خوبی داشته باشید.